روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. نارنج رگ‌ها را رها و خون را تازه می‌کند. خاصیت‌ها و نشان‌دادها. مغز نارنج مقدار معتدل کربوهیدرات ها و مقدار خیلی کم پروتئین و لیپید یعنی چربی دارد. در میان ویتامین های ترکیبی نارنج بیشتر از همه ویتامین سی 34.4 میلی گرم بر 100 و یا لیمو 46 میلی گرم بر 100 نسبتاً بیشتر است. اگر مقدار نمک های منرالی را در ترکیب نارنج به حساب بگیریم، می بینیم که در آن مقدار پتاسیم خیلی زیاد، پتاسیم و مگنیزیم به اندازه معین موجود بوده، سدیم تماماً وجود ندارد. با سبب آن که ماده های غذایی در ترکیب نارنج نسبتاً کم اند، خاصیت های شفادهی این میوه اساساً به عنصر های فوتوکیمیاوی آن وابستگی دارد. پکتین نوعی از چربافته های هضم شونده رستنی است که در اکثر میوه ها از جمله میوه های سیتروسی یا سیب ها موجود است.
آنها از جمله نخستین جزهای فیتاکیمیایی می باشند که به سبب خاصیت شفابخشیشان مورد تحقیق قرار گرفته است. پکتین در ترکیب نارنج اساساً در بافته هایی که مغز آن را تشکیل می دهند و در قبد سفید تابی میان پوست و تلم های آن وجود دارد که در تجربه ثابت شده است که بافته های مذکور خاصیت حفظ کنی رگ ها و تأثیر ضد کلسترولی دارد. فلاوونید ها خاصیت ضد اکسیدنتی و ضد کنسراگنی داشته گردش خون را بهتر می کند. لوتین ها نارنج گلابی منبع بسیار خوبی بیتاکراتین می باشد که برای حاصل کردن ویتامین ای در ارگانیسم استفاده می شود. لیمونید ها تریپینایت های می باشند که مزه میوه های سیتروسی از حساب آنها به وجود می آید. در ترکیب نارنج یکی از آنها لیمونین و مقداری فراوان وجود دارد که به آن مزه تلخ می بخشد. قسمی بیشتر آن خاصیت ضد کانسراگنی دارد. هم ماده های غذایی و هم غیر غذایی نارنج در طب از جمله در حالت های زیرین استفاده می شوند. تسلوب شراین نارنج دیوارهای رگ ها را از دبل شوی و سخت شوی که به سبب تجمع کلسترول و عمل آمده باعث گرفتاری به سخت شدن رگ ها می شوند حفظ می کند. دیگر نوع مریضی های سیستم دل و رگ ها تماماً موجود نبودن سدیم در ترکیب نارنج و برعکس مقدار زیادی پتاسیم داشتن آن این میوه را برای اشخاصی که از مریضی های قلب مخصوصاً از ضعف دل رنج می کشند و غذای بسیار موافق تبدیل داده است. اشخاص دچار به فشار خون هم باید مقدار بیشتری نارنج را استفاده کنند. زیرا خاصیت پیشابرانی نرم این نارنج گردش خون را بهتر می سازد. در چنین حالت نوشیدن افشوره نارنج هم کافی است. ولی استفاده خود میوه به شمول مغز آن امکان می دهد که تمام خاصیت های مفید آن برای گردش خون تا حد نهایی استفاده شوند. اضافه اسیدی کاربماید در همه گونه شکل های آن. پادگره ارتروز و یا آماسی مفصل. راه های پیشاب گذر، سنگ در گرده ها و امثال اینها. طبابت با اصول تازه کنی اگر خواهش پاک کردن خون را داشته باشید پس هر صبح یک گلاس افشوره‌ای یعنی جوس نارنج را در معده خالی استعمال کنید به این واسطه فونسیه های پاک کنی ارگانیسم از جمله جگر فعال تر می شوند بیماری های سرایت کننده نارنج فعالیت سیستم مسونتی ارگانیسم را عیناً مانند کینو بنابر داشتن ویتامین سی و فلاوونیدها در ترکیب خود بسیار قوت می بخشد. فربه شدن نارنج بنابر داشتن خاصیت های تازه کنی و بی‌ضرر کنی زهرهای دیتاتکسیا برای اشخاصی که وزن اضافی خود را کم کردن می خواهد بسیار خوردنی مفید است. حفظ از سرطان موجودیت ویتامین سی، پکتین و لیمونایت ها در ترکیب نارنج فعال شدن ماده های کانسراگنی را باز داشته به این واسطه انسان را از دچار شدن به بیماری های سرطان حفظ می کند. استفاده منظم نارنج و دیگر میوه های سیتروسی بهترین واسطه جلوگیری از دچار شدن به سرطان است. آماده کنی و استعمال 1. در شکل تازه نارنج را بهتر است یک لخت و یک جا
با قبض سفید تابی بین پوست و تلیم های آن استعمال کنید. زیرا بافته های دارنده پکتین آن محض در همین جای قرار دارند. 2. افشوره. افشوره نارنج مانند افشوره کینو و لیمو بسیار خوب است. افشوره میوه های مذکور با هم آمیختن و یا برای شیرین تر شدن آنها به عسل اضافه کردن هم ممکن است. 3. تبابت با نارنج. تبابت را هم با میوه یک لخت و هم با افشوره آن انجام دادن ممکن است. روند تبابت از استعمال نارنج، میوه یک لخت آن یا افشوره آن در معده خالی شروع شده روز دیگر 2 عدد نارنج استعمال کرده می شود. و همین طریق تا 5 ادامه دارد. وقتی مقدار نارنج استعمال شونده در یک روز به 5 عدد رسید، هر روز 1 عدد آن کم می شود. تا زمانی که به 1 عدد در یک روز برسد. دوام 5 روزه آینده هر روز 1 عدد نارنج استعمال می شود و همین طریق 1 دور 2 هفتهی توابت به انجام می رسد. ثروت واقعی سلامتی است. نقد هوای طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر. نامه اول. روز بخیر پسری عزیزم، اکنون تو از لانه والدین رفتی، در شهر کلان زندگی میکنی، در دانشکده تحصیل علم داری و میخوای خود را شخص مستقل حس نمایی. محیط نوی پرتغیان حیات یاد والدین را از قلب ادرا بوده است. خانه پدر در گوشه خیالت دیر دیر می رسد. ما والدینت را کم یاد می کنی. من این را از تجربه های حیات خیش می دانم. این دیرتر خواهد رسید وقتی که از حیات آگاه شوی. زمانی رسیده است که تو باید در زندگی مستقل باشی. اکنون خودت صاحب اختیاری. چی باید کرد؟ با کجا باید رفت؟ چی باید خورد؟ با کی روابط دوستی باید داشت؟ تو خوجین خود هستی. آزادی انتخاب. این را باید هر یک فرد قدر کند. ما در انتخاب صاحب اختیاریم. لیکن چی طوری که ما می خواهیم؟ انتخاب اختیاری نه همه وقت نیک و سودمند است. هر یک کس در انتخاب خیش مسئول است. شهری کلان تو را احاده کرده است. شهری که در آن تو استقامت داری، فعالیت و وقت خوشی های دلخواهی گوناگون پیشنهاد میکند. در اول عادتا همه چیز جالب و نظر رباست. زیرا همه چیزهایی که تو را احاده کردند نو غیر عادی می نمایند. صدای افتومبیل ها، موسیقی، آواز آدمان گوناگون در گوش های صدا می دهند. جوانان بسیار، گلدختران زیبا، ساختارهای معماری و بناهای محتشم البته تو را در حیرت می اندازند. کوچه و خیابانها و باغهای استراحتی سبزپوش رنگارنگ سر تا سر پایتخت را فرا گرفتند.
شهر زیبایت همزمان پرغوغاست. در خاطر داشته باش که شهر کلان در خود خطر نهفته دارد. عامل‌های جرمانی انسان همیشه از شهرهای کلان سر می‌زند. برای چی در این باره به تو نیشتم پسرم؟ در غوغای مهنت روزمره در باره همه این به طور مفصل نقل نکردم. این خوب نیست. اما همه این را تو باید در خاطر نگه داری. آنچه پدرم به من خطاب می نمود، من نیز به تو تکرار می نمویم. تو با همراهی همسبقانت خانه اجاره می گیری. این درست است. آنها نیز مثل تو مسافرند. شما یک دیگر را نغز می فهمید و دستگیری می کنید. شما را حوادث بزرگ انتظار است. در حلقه دوستان بودن و یک دیگر را کمک کردن این بسیار خوب است. پول را با خیردانه و صرفکارانه خرج نمود. برای خرج تحصیل و استقامت تو ما گاو را فروختیم. در خاطر داشته باش که با چی گونه زحمت ها این برده نان و هر یک سامانی با عرق جبین به دست می آید. فراموش نساز که مادام تو تحصیل میکنی، نفر دیگری برای دستگیری تو کار میکند. وقت تحصیلت به اتمام میرسد، تو نیز در باره نان، مهنت و پول فراموش نکن. مادرت و من برای تو هر روز سوی خداوند دست دعا میکشاییم. ما به تو پزمان شدیم و تو را سخت یاد کردیم. عجیبش آن است که به شکل خطی آن فکر را بیان میکنی که در واقع هنگام واخوری آن را به زبان رانده نمیتوانی. شبانگه در حالتی که این مکتوب را می نویشتم خوابم نمی برد. در باره تو فکر میکردم. خوابت براحت است؟ جویگهت گرم است پسرم؟ این نامه اولین که از لانه پدر به سوی پسر پرواز کرد. می خواهم که این نامه را حفظ نمایی و پیوسته در باره گفته های در آن درج گشته فکر سازی. من و مادرت می دانیم که نسل نوروز به نصیحت های والدین به اعتنایی میکنند. ایشان گماشته آنند گویا کلان سالان نظریه کهنه دارند. طرز حیات معاصر را درک نمی کنند. شاید چنین هم باشد. شاید بعض از مطالعه این نامه آن را دورتر در جای دستنور است پنهان نمایی و او را به گوشه فراموشی گذاری. چی علاج؟ در جای دستنور است گذار، لیکن جای گذاشته ات را فراموش نکن. زیرا روزی میرسد که این نصیحت را به خاطر میاری و خود به خود میگویی پدرم راست میگفته است. به تو لازم میآید که نامه ای به گوشه فراموشی گذاشته را از سر نو مطالعه نمایی. یک عمر آن را حفظ نما. با محبت پدرت. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما میتوانیم برای خود از کلام خداوند حقیقتها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. Thank you.
وحی امید بخش انجیل ابدی 1. مسیح برای گناه های ما مرد. مرگ مسیح نقطه میانه خبر خوش است. امید ما با صلیب مسیح استوار گردیده است. ایمان ما عبارت از آن نیست که ما برای خود چی عملها را به جا خواهم آورد، بلکه از آن عبارت است مسیح برای ما چی عملی را به جا آورد. به شرف صلیب نجات، کفارت، فیض و مرحمت از آن ما گشته است. برای انسانیت دیگر راه نجات وجود ندارد. یوحنا باب 3 آیه 16. زیرا خدا جهان را چنان دوست داشت که پسر یگانه خود را داد تا که هر کی به او ایمان آورد تلف نشود بلکه حیات جاودانه یابد. 2. مسیح حیات سراپا کامل را از سر گذراند. نوشته گردیدن حیات کامل مسیح و نوشته گناهکارانه همه آنهایی که او را همچون نجات دهنده قبول می کنند عوض می شوند. او بی گناه بود، لیکن ما گناهکاریم. به شرف پارسای کامل او ما نزد خدا در مسیح بی عیب باشیم. مسیح نه فقط برای ما مرد، اینچنین او برای ما زندگی دارد تا که برای ما شفاعت بخواهد. ما می توانیم تمام آرزوها و خواهشهای دل خود را باور کرده و او بسپاریم. ما می توانیم با همه گناهها و عاجزیهای خود پیش او می آییم. ما می توانیم تمام تشویش ها و خجالت های خود را به او معلوم نماییم. او خدای زنده است. مسیح به نزد پدر بالا رفت. همه پیشوایان سیاسی دنیوی یک روزی خواهند مرد. اسکندر مقدونی مرد. سیزر، نپایلون، هیتلر و استلین همه این پیشوایان مرده اند. لیکن مسیح زنده است. او تقریباً 200 هزار سال قبل نزد پدر رفت. بالا رفت و حالا نزد تخت پدر حضور دارد. او نام تو را می داند. او نیازمندی های تو را می داند. او از شنیدن دعاهای تو خوش می شود. بزرگترین خواهش او برای سلطنت خود تو را نجات دادن است. در بسیاری موارد ما در ضمیر دل به خود سوال می دهیم. با کدام راه من آرامی باطنی را به دست می آورم؟ با کدام راه من از حسیات گناه آزاد می شوم؟ با کدام راه من از عادتهای بد خود خلاص می شوم؟ با کدام راه من به گناهایم غالب می شوم؟ جواب بهترین انجیل ابدی. عیسی این از جواب ما. او می بخشد. او تا امروز زندگی انسانهای زیادی را دیگرگون می سازد. فیض و مرحمت او اینچنین امروز می تواند از آن ما گردد. در هنگام آمدن مسیح، انجیل در تمام دنیا موعظه کرده می شود. هر یک آدم می تواند که برای به محبت خدا جواب دادن امکانیت به دست آورد. اما مژده کتاب وحی برای زمان آخر، بعضی شرط های انجیل را مخصوصاً یادآوری می نماید. این شرط ها سالهای طولانی از طرف کلیساهای مسیحی و به اعتنایی گرفتار شده است. حقیقت های در گذشته ها فراموش شده برقرار کرده می شود.
مژده زمان آخر در کتاب وحی سه فرشته می برد. این دعوت اصرار کارانه است برای سه عمل. یکم، این دعوت به ترس خدا یا مطیع شدن به خدا. اطاعت به خدا یکی از حقیقت‌هایی است که بعضی از جماعه‌های مسیحی نسبت آن بی‌توجهی ظاهر می‌نمایند. از فیض نجات شاد گردیده، اکثریت مسیحیان به مهم بودن شریعت خدا توجه نمی‌کنند. وحی باب 14 آیه 7 از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است و او را که آسمان و زمین و بحر و چشمه های آب را که آفریده است، از خدا ترسیدن چی معنی دارد؟ از خدا ترسیدن چنین معنا دارد که ما به او اطاعتکاری ظاهر نموده او را احترام و ذکر می نماییم. فائز باب 12 آیه 13 خلاصه سخنان کاملا واضح است. از خدا بترس و احکام او را رعایت نما، چون که همه چیز برای آدمی زاد از همین عبارت است. مثل ها باب 3 آیه 1 ای پسرم، تعلیم مرا فراموش نکن و بگذار دل تو احکام مرا محفوظ دارد. هنگام در جمعیت کاهش یافتن، عرف و عادتهای خداوند به ما دعوت به عمل می آورد که به شرایط او اطاعت نماییم. خداوند ما را دعوت می کند که احکام او را رعایت نماییم. در باب 14 کتاب وحی در خصوص قوم خدا در آخر زمان سخن می رود. وحی باب 14 آیه 12 اینجا صبر مقدسان در کار است. اینجا آنهایی در کارند که احکامهای خدا را و ایمان به مسیح را به جا می آورند. وحی باب 14 آیه 7 از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.